با نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بینندگان عزیز و علاقمندان خوب برنامه ببینیم با پس. انشالله که جور و صحتمند باشین و بیننده برنامه خودتان باشین. امروز برنامه بسیار خوب، یک شنی بسیار خوب داریم. بله، چی باشه؟ حتما میگین کیک یا کلچه؟ بله نه، امروز متفاوتر بر شما میخوایم روت آماده کنم در اثر تقاضای دوستای ما که از بیرون از افغانستان و خارج از افغانستان تماس گرفته بودن و خواهش کرده بودن که برای ما کیک ببخشین، روت آماده کنین. ولی من امروز خواستم که برای شما در برنامه روت آماده کنم. دوستای عزیز، مواد لازمی 60 تک، خب موادی که استفاده میکنیم، آرد زرد یا دوستای عزیز آرد سیاه بگوییم که آرد ترمیده سفید نیست، 4 گلاس دوستای عزیز بوره، 1 گلاس ماست، 1 گلاس شیر مایه، 1 گلاس و پودر هل، 1 قاشق خمیر مایه، 1 قاشق تخم مرغ، 3 عدد بیکینگ پودر، 1 قاشق سیادانه به مقدار لازم، خاشخاش به مقدار لازم و همچنان دوست عزیز روغن مایه به مقدار 1 گلاس استفاده میکنیم. خب گفتیم که امروز در برنامه رود داریم در اثر تقاضای عزیزایی که از ما خواهش کرده بودند و شهنازیان از کشور ایران تماس گرفته بودند، گفته بودند رودی که مردم کابل در سابق آماده میکردند بر ما در برنامه آماده کنین. اگر عزیزایی که سابق به نام رود سیلو بود اگر استفاده کرده باشند باید داشته باشند که آلد نیست اصلا، یک خوشمزگی بسیار خوب را داشت توی رود زمانی که اگر نوشجان میکردین با چای سبز الدار تا یک فرد یک روت بسیار کلان میتونست به تنهایی نوش جان بکنه. ولی بین که امروز هم آماده میکنیم کم از روت نیست دوستا، موادی که استفاده میکنیم موادی بسیار خوب و شما هم یادداشت کنین موادی را که استفاده میکنیم خوب است و روت بسیار خوشمزه آماده میشه. 3 عدد تخم مرغ دوست عزیز داخل یک ظرف مشکنانیم و بازم تشکری میکنم از شما عزیزایی که بیننده هستین، همیشه برنامه را میبینین و پیام های بسیار خوب میگذارین، تعریف توصیف از برنامه زیاد میکنین. زنده و سلامت باشین، برنامه خود شما است. من هم کوشش میکنم که خوبتر و بهتر بسازم هر برنامه ای که میبینین یکی از دیگهش کده خوبتر و بهتر باشه. خب عزیزای دل، ما 3 عدد تخمه اضافه کردیم و بوره را، خب ما را 4 گلاس دوست عزیز 1 گلاس بوره در نظر گرفتم، زیاد نمیخوایم که شیرین شوه. باز اگر شما خوش دارین که زیادتر رود شیرین باشه و زیادتر روشجان بکنین بسگی به خودتان داره، باز میتونین بوریش اضافه تر بسازین. و رود امروز داخل داش آماده میشه، عزیزایی که داشت خانه دارن میتونن که آماده بکنن، حتی داش گازی هم باشه دوستا یا برقی فرق نمیکنه، فقط کنترل بکنین حرارتش در خصوصا در گازی که باشه. خب ماسه هم دوستای عزیز اضافه میکنیم، ماس بسیار خوشمزه میسازیش دوستای عزیز. خمیر مایه را هم دوستای عزیز اضافه کردیم و همچنان بیکن پودر دوستا با اون مقداری که لازم بود دوستا ما داخل کاسه کاسکا جا به جا ساخته بودیم، فقط اونو ما را همه گیشه با موی اندازه که گفتیم اضافه کرده بودیم. شیر دوست عزیز فقط به مقدار اضافه میکنیم، بعدا باز مواد خود دیده ما شیره باقی ماندهش استفاده میکنیم اگر در صورتی که نیاز شد. ایل اضافه کردیم دوست عزیز، خب روغن، با مقدار 1 گلاس دوست عزیز اضافه میکنیم. تمام مواد را دوست عزیز اضافه کردیم به جز از آرد. به آرد گفتیم دوست عزیز که آرد سیاه باشه و یا آرد نسواری بگوییم یا بسیاری کسا به نام آرد زرد و یپا مشناسنشه، از آرد ترمیده کده خوبتر است. خب مواد را خوب با هم میکس کردیم، فقط حالا میخواییم که آرد آیستا اضافه بکنیم دوستا.
خب هارده هم اضافه کردیم دوستا، خمیرش نه بسیار سخت باشه نه بسیار نرم باشه، فقط به اندازه دوستای عزیز خمیرش آماده میکنیم. زمانی که خمیر آماده کردین فقط شما بر 20 تا 25 دقیقه دوستای عزیز خمیر بگذارین، رویش پلاستیک بگیرین یک جای گرم مناسب تا دوباره خمیرتان کمی بف کنه خدا یا برسه به اصطلاح عام. بعد از او باز شما آمادهش بکنین که انشاءالله ما هم آماده کردنش شما هم خواد دیدین، ما هم آماده میکنم هموار کردنش و همچنان موادایی که روش استفاده میکنیم. دوستا در حال حاضر یک وقفه داریم، دوستا بعد از وقفه هم ما را تعقیب بکنین، با شما هستیم. مواد لازم: روت، آرد زرد 4 گلاس، تخم مرغ 3 عدد، بوره 1 گلاس، ماست 1 گلاس، روغن 1 گلاس، شیر 1 گلاس، خمیر مایه 1 قاشق، بیکن پودر 1 قاشق، هل 1 قاشق، خشخاش و سیادانه به مقدار لازم. خب تشکری میکنم از شما عزیزایی که بیننده هستین و زنده و سلامت باشین. خمیرم قسمی که گفته بودین دوست عزیز برای 25 دقیقه یا 20 دقیقه میگذاریم. خب خمیرم آماده است، فقط حالا میخواییم که ایره بگیریم، یعنی دو قسمت بسازیم شه. خب توسط آشگس یا توسط دست دوست عزیز و نگفته نمانه که روی قالبم چرب کردیم کاغذهایی که مخصوص برای کیک کلچه دوست عزیز به اندازه قالب برش کردیم و روی قالب ها قرار دادیم تا روت نچسبه. خب از این که روت بسیار نازک بیایه یا کم دولتر بیایه بستگی به خودتون داره دوست عزیز که به کدام اندازه باید خمیرش را بگیرین و یا خمیرش را به کدام اندازه آماده بسازین. خب من هم کوشش میکنم به اندازه که قالب است آمادیش بسازیم. دوست عزیز حالا فقط ما به اندازه قالب روت جور میسازیم با دست خود به می شکل. خوب در تمام قسمت های قالب هیره هموار میسازیم. و یک عدد زردی تخمه هم جدا کردیم، سفیدیش کاملا دور کردیم. دوستا زردیش روی یک کاسه گرفتیم که بعدن باز ما همراه چند قاشق شیر یک جا میسازیم شد دوستا. خب در پایین خمیر دوستا از کاغذ ناسوز استفاده کردیم. به این شکل دوستا خمیر خوب انبار میکنیم. اگر بخواید که کم قسمت های لبیش میورداریم به می شکل. دوست عزیز خمیر شام که آماده کردین و هموار کردن شام، مطمئن باشین دیگه که روت بسیار خوب آماده میکنین و شما میتونین که روزایی که خواستین که کلچه روت آماده کنین آماده بکنین به می شکل. خب یک پنجره میگیریم دوستا. اگر شما از پره که روی نان نانوایا پر میزنن از او داشته باشین خوبتر، اگر نداشته باشین شما میتونین با پنجه دوست عزیز به می شکل تمام قسمت های روت دوست عزیز روی روت به می شکل
تمامگی شب ما خالکوبی کردیم با پنجه بسیار طریقی ساده و آسان و همچنان خوب حال میاییم سر از این که تخم زردیش خوب با هم لط میزنیم و چند قاشق شیر هم اضافه میکنیم تا که روی روت اگر شما دیده باشین در بازار چرب چرب میباشد دوست عزیز اکثر اجزا میگن ما برس نداریم به بخاطر دوست عزیز ما هم از کاغذ استفاده میکنم تا که شما هم بتونین ببینین و خوبتر بلد شوین که شما هم میتونین از کاغذ نپکن یا توش پیپر دوست عزیز میتونین استفاده بکنین. خب زردی تخم با شیر یک جا مخلوط کردیم و روی روتا به می شکل لوسا خوب چرب میسازیم. تمام قسمتایش که خوبتر دوست عزیز کیک رنگ بسیار خوب را به خود باید بگیره. بله خب اجزای دل حال فقط میخواییم که از خاشخاش و سیادانه اضافه بکنیم به این شکل. مزید بسیار خوب را میتونه برای روت اگر شما از این خاشخاش نداشتین سیادانه میتونین که استفاده بکنین دوستا. خب دوستای عزیز داش هم در جریان وقفه روشن کرده بودیم و میریم به طرف داش. روت هر دوش آماده است دوستای عزیز، میریم به طرف داش و میگذاریم قالب داخل داش. دوست عزیز ما روت گذاشتیم داخل داش به مدت 20 الی 25 دقیقه در دمای 180 درجه میگذاریمش تا کاملا مغز روت جوش بخوره و پخته شود. همین که رنگ اصلی روشن به خود گرفت مطمئن باشید که دیگر روت پخته شده و آماده نوش جان است. تا روت پخته میشه دوست عزیز یک رفت و برگشت و کوتاه دوباره در خدمت شما. مواد لازم روت: آرد زرد 4 گلاس، تخم مرغ 3 عدد، بوره 1 گلاس، ماست 1 گلاس، روغن 1 گلاس، شیر 1 گلاس، خمیر مایه 1 قاشق، بیکینگ پودر 1 قاشق، هل 1 قاشق، خشخاش و سیادانه به مقدار لازم. خب تشکر میکنم از شما عزیزایی که تا ایدم با ما همراه بودین. روت هم آماده شده، میریم به طرف داش و روت هم دوست عزیز از داخل داش میکشیم. خب رنگ بسیار خوبی را خود داره دیگه، مطمئن هستم که مزیش هم خوبتر است. بله دوستا ببینین شکلی که میخواستیم، یعنی روت های سابقی که در افغانستان ساخته میشد به نام روت سیلو مشهور بود، ولی ما هم امروز خواستیم تا حد بتانم همین روت بر شما هم آماده کنم. خب حالا میخواییم که از داخل قالب بیرون شان کنیم. کاغذ را که مانده بودیم دوستای عزیز هی را باید دور بکنیم. به این شکل توته میکنیم. موادی را که استفاده کردیم شما هم دوست عزیز اگر استفاده بکنین مطمئن باشین که همونطور یک روت را که میخواین یا دوست دارین آماده میشه. خب هنوز هم روت گرم است، ولی شما وقت دارین بگذارین شه کمک داخل قالبش که خوب سرد شد، بعد از او باز از داخل قالب کشیده و به هر خواستی که خودتان به هر شکلی خواسته باشین میتونین که روت توته بکنین. خب یکی دیگه شام توته میکنیم. دیدین دوست عزیز که
هر دو رویش یکسان سرخ شده و یک روته کم دبلتر ما خمیرش هموار کردیم و یک شام کم نازکتر و گفتیم که باز بستگی به خودتان داره، به هر شکل که خواسته باشین میتونین که به مو اندازه روته هموار بکنین. خب روتام آماده شد دوست عزیز، من هم دستکش خود میکشم، دوست دارم یک بار آبکش میکنیم. بازم تشکر، زنده و سلامت باشین که تا ایدم همراه بودین با ما و خدا کنه که به دقت کامل طرز تهیه روت را که آماده کردم شما هم دیده باشین و پس گوش نکنین دوستا، شما هم آماده کنین. بسیار مزه‌دار است و مغز روتام به مو شکلی که شما روت بازار نوشجان کردین به مو شکل آماده، یک بار آماده کنین، آزمایش کنین، ببینین که چطور است. خب تشکر میکنیم از عزیزایی که پیام موندن. یلدا جان از شهر قندهار گفته که بر ما روت آماده کنین، خدا کنه که برنامه را ببینن. سمیرا جان احمدی از کلالاپشته گفته که سلام خدمت شما استاد عزیز، اگر امکان باشه بر ما کریم رول آماده کنین. حتما دیگه از برنامه ها آماده خواهد کردم. و همچنان شینه جان از ولایت زیبای پکتیا تعریف توصیف از برنامه کردن و خواهش آماده کردن دندکی از ما کردن که انشالله بخیر یکی از برنامه آماده میکنم. زایده جان از ولایت زیبای سرپل گفته که بر ما غذای خوشمزه معلی ایراتی که به نام کچری است آماده کنین. و مرسل جانم از خیرخانه گفته که آیسکریم آماده کنین. حتما فرمایشات آیسکریم زیاد است، یکی از برنامه ها انشالله آماده خواهد کردم. به خاطر هوا گرم است من میفهم که زیادتر تبایی لازم میره که آیسکریم نوش جان بکنیم. خب بازم زنده و سلامت باشین. اگر میخواین که پیام شما عزیز را هم در برنامه با خود داشته باشیم پس سر بزنین به صفحه فیسبوک زیبای برنامه بیبین با پس و لایک کنین و کامنت های زیبایتان با ما شریک بسازین دوستا. و یا همچنان میتونین از طریق شما تلفن 0775959 تماس بگیرین، ما در خدمت شما عزیزا هستیم. بازم تشکری میکنم از شما، از تمام همکارای عزیزم که واقعا زحمت زیاد میکشن. خدا کنه برنامه امروز مطابق ذوق شما عزیزا بوده باشه. تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیرم از شما دعوت میکنم بقیه برنامه های تلویزیون آریانا رو بیننده باشین و ما هم از حضورتون مرخص میشم. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون.